سلام دوباره خدمت بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بر. تشکر میکنیم از اینکه ساعتی با ما خواهید بود قسمت دوم از بحث گذشته رو در ارتباط با سوره هم ادامه میدیم و به اونجا رسیدیم که آیات رو شروع کردیم مفهوم آیات رو شروع کردیم و اینکه خب آیه به اصطلاح بسم الله الرحمن الرحیم رو گفتیم و بعد رسیدیم به الحمدلله رب العالمین که من سال داشتم که وقت نشد که حمد رو کلا ببینیم حمد و و ستایشی رو که در اینجا مطرح هست عملا چه اهمیتی داره که ما ده بار در روز هم در نمازهای روزانه مطرحش میکنیم آقای بازگان تشکر دوباره از شما, شما پس حالا شما هر جایی که خواستید در ارتباط با این مسئله رب رو یه مقدار صحبت کردیم ولی هم بله. رو گذاشتیم برای این بار ممنون از لطف بله شما. خواهش میکنم حالا برحال هر بخشیشم استقلالی داره دیگه خب با عرض سلام خدمت بینندگان و به نام خداوند جان و خرد بحثی رو درباره سوره همد که در واقع فاتحه کتاب هست افتتاح قرآن و خلاصه و اساره محتویات این کتابه از زوایای مختلف در جلسه گذشته بحث کردیم تا رسیدیم به این مسئله الحمدلله رب العالمین که چه مفهومی داره حالا صحبت شد در جلسه گذشته هر مسلمونی در روز حداقل ده بار این سوره رو اگه اهل نماز باشه میخونه چه احساسی بهش دست میده وقتی میگه الحمدلله رب العالمین بنابراین تعمق بیشتر و تعمل در تک تک این واژه ها کمک میکنه به نگرش عمیقتر ما به این مفاهیمی که اگر اعتقادی هست و کسی نمازی میخونه بهتر بفهمیم چی میگیم خود حمد معادل فارسی نداریم براش میگن حمد جامعه مده و شکره مده یک احساس در واقع کسی است که یک خدمتی انجام داده مثلا مده میکنن شعرا پادشاهان رو بزرگان رو مده میکردن دیگه مدده حالا مدده اهل بیت داریم این همه مدده هستن شخصیت های دینی مده می کنند خسائل اونها رو ویژگی هاشون رو برمیشمارند یا مده فرض کنید آثار هنری یک کسی است اون ستایشی که ما می کنیم تعریفی که می کنیم. تمجیدی که می کنیم. این معنای مدهه ولی حمد یه بودش مدهه یعنی در برابر خدا ما مدداهی میکنیم آثار زیبایی رو که در آفرینش می‌بینیم از گل زیبا از نظم و آیات حیرت که در جهان هستی وجود داره خب این یه بود قضیه است یکم شکره، شکر معمولا در برابر نعمت شکر معنای اصلی عربیش همینی یعنی بهره برداری درست کردن از یه نعمتی شکر چشم اینه که خدا چشم داده پس بخون مطالعه کن شکر شکر گوش اینه که بشنو فقط سکوت نکن سخن دیگران رو در واقع ببین و هر نعمتی شکرش یعنی استفاده ای از اون اما حمد جامع این دوتاست هم مده خداست مده زیبایی ها و عظمت هایی که در جهان آفریده و هم از اون جایی که در قرآن مومد خدا آنچه که آفریده در خدمت رشد و کمال شما هم هست پس اینا در خدمت شماست پس او رو شکر هم باید کرد شکر نعمت رو باید بجا برد از این زیبایی ها باید استفاده کرد بهره برداری کرد در قرآن هست میگه پیامبر بر بگوی کی حرام کرده قول من حرم زینت الله حالتی اخرجل عبادهی و طیبات من رزق بگو کی افته که این زیبایی که تو جهان هستی هست این رزق و روزی های تیب نفس شما مرغوب حرامه خدا اینا رو خلق کرده برای بندگانش پس شکر منی یعنی استفاده ای از اون چی که خدا کرده حالا اینی که میگه الحمدلله رب العالمین اولا الفلام اومده میگن الفلام جنس معرفه است یعنی دربسته تماما هرچی حمد تو دنیا هست از اونجا ناشی شده یعنی هر احساس انبساط خاطر و لذت و احساس شگفتی احساس زیبایی به شما دست میده به اصطلاح اروپایی ها کردیتش رو به کی میخوان بدین این از کجا ناشی شده حمدش شایسته کیه شاید لازم باشه مثالی بزنم یه بارم توی یکی از برنامه عرض کردم یه مثال خیلی جالبی مولوی در مصنوی آورده داستان موران مور مرشه یکی یکی نقاشی داشت میکرد مشغول نقاشی بود و گل و یاسمن و زیبایی رو میکشید و میگه دو سه تا مرشه را پیدا کردن به بوم نقاشی اون و شیفته این قلمو شدن مورچه اولی به دومی میگه به این قلمو رو نگاه کن این قلمی که داره میگرده چقدر مناظر قشنگ و بدی رو داره میکشه این همه رنگ ها و ترهای زیبا مورچه دومی میگه که چرا تو به قلمو نگاه میکنی به این مچی که داره میگردونه نگاه بکن مچ داره اونو میگردونه کردیتش رو به مچ بده مرچه سومی میاد میگه چرا از بازو غافل هستید این حرکت بازوه که داره مچ رو هم حرکت میده همین جوره میرن بالا میگه اون مهتر موران اون که دیگه بزرگشون بوده مقدار عقلش میرسید میگه که اینا کار عقل کار در و, و شعور این نقاشه چرا به این وسائط به این به صلاح عوامل دست دو و سه و چار متوسل شدید برید به بالاتر نگاه بکنید که بعد اون نتیجه میگیره که میگه بی خبر بود او که آن عقل و فعاد بیز تقلیب خدا باشد جماد این مرشه هم که تازه بزرگ اونا بوده مهتر موران بوده قافل بوده که همین عقل و خردی هم که تو میگی اینو کی ساخته بیز تقلیب خدا تقلیب بینی با این زیر و رو کردن تحولات یعنی خداست که این مکانیزم در سلولای مغزی تو گذاشته که میتونی حالا یه طراحی زیبایی بکنی انتخاب و شناخت رنگا داری که میگه اگه یک لحظه خدا عنایتش برداشته بشه یک لحظه عنایت برکنند عقل زیرک ابلهی ها میکند میخواد در واقع مولوی این مسئله رو مطرح بکنه که درسته که این قلم موی نقش قشنگی رو داره ایجاد میکنه درسته که مچ دست ما مهمه درسته بازو مهمن اینا وسیلن ولی چرا شما متوقف تو کلاس اول میشین با یه نگاه سطحی میخواید در اونجا متوقف بشید ببرید بالاتر خودتون رو از یه افق بالاتر به پدیدههایی، به شگفتی هایی که در جهان هست شما رو مسهور خودش میکنه نگاه بکنید یه مثال دیگه میزنه تو دیوان شمس در واقع اون چیزایی که بشر خیلی بهش توجه میکنه شیفته اونها هست انواعش رو مطرح میکنه میگه ای دوست شکر خوشتر یا آنکه شکر سازد منظور از شکر شکر نیست یعنی بخشی از توجهات ما بخشی از تمایلات ما به خوردنی هاست شیرین یعنی اون چیزهایی که ما دوست داریم منظور از کدم شکر نیست این همه فرض کنید کشور خارجی واینریا هستش انواع میرن مزه بکنن مشروب های مختلف و یا ما دو چایی های مختلف این چایی تعمش بهتره این میوه این سیب شیرین شیرینتره اون پرتغال اون گلابی این نمیدونم این همه هنر در آشپزی هست خب این مزه از کجا اومده؟ این زبان ما قسمتش تلخی رو میفهمه قسمتی شوری، قسمتی شیرینی، قسمتی ترشی همین یه زبانی که داریم سلولای هر بخشش معمور تشخیص یه نوع مزن خب حالا اون خدایی که این همه تنوع در میوه ها، محصولات کشاورزی، در رزق و روزی که قرار داده همه یه آبه یه خاکه از یه آب یه خاک داره هزاران میوه و محصول در میاد و در درون ما در ساختار زائقه ما تشخیص این کدای شیمیایی چیزایی که میخوریم وجود داره که لذت میبریم میگه ای دوست شکر خوش در یا آنکه شکر سازد چرا انقدر شیفته شکم شدی برات فقط دنیا خلاصه شده در خوردن در لذات هر چی بیشتر پول در بیاریم کلا سر این و اون بذاریم که بیشتر داشته باشیم کیف بکنیم بریم همش بهترین غذاها یا خوبی قمر بهتر حالا زیبایی ها رو به ماه تشبیه میکنن مثل ماه ماه نماد زیبایی دیگه یعنی این زیبایی ها که تو رو مسهور خودش کرده یا زیبایی های در واقع جنس مخالفه که بخش عمده ای اصلا مراجعه خیلی ها به اینترنت همین مسائل اصلا دنیا بخشی از اون چه که انسان رو مشغول کرده جنس مخالفه این همه فیلم ها این همه رمان ها این همه توجهات یه موجود ثابت هزاران هزار قصه و داستان و فیلم از نمایش همین چیزا که سکسون چیز عجیب غریب هم نیست میگه که اینا باید تو رو به خودش جذب کنه ماه تو رو باید جذب کنه اون کسی که ماه رو ساخته این در واقع یه مثال داره میزنه که این بخشی از چیزهایی که ما رو اسیر میکنه همین دیگه این قصه تاریخ بشر دیگه اینا یا ای باغ تو خوش باشی یا گلشن و گل در تو یا آنکه به هر یا آنکه بر صد نرگس تر سازد گل صد نرگس تر سازد خب مای ما بخشی همون دیگه شیفته طبیعت گلها باخشه خونه نمیدونم بریم این بر اون بر این زیبایی که تو طبیعت وجود داره نمیخواد بگه اینا هیچی توجه نکنید میگه چرا متوقف میشید تو همین چرا نگاهتون رو بالاتر نمیبرید بعد میگه عقل ای عقل تو خوش باشی در دانش و در بینش یا آنکه به هر لحظه صد عقل و نظر کند حالا امروز دنیای اقلانیت دوران اقلانیت مدرن دوران اقلانیت خودبنیاد عقل خودکفا دیگه ما متعقب شدیم دیگه این اقلانیت دیگه اندشه به قول معروف رسیدیم به آخرش دیگه میگه این بهتره یا اون که به هر لحظه اون کسی که این همه اندیشمند دانشمند این همه آدم های فریختری استعدادار کی گذاشته کجا گذاشته این از خودش توی خاک آمده این خاکی که ما ازش آفریده شدیم یک همچین آیکیو ها رو این همه هنر ها رو در واقع به وجود آورده بعد میره عشق نمیدونم هی مفصله چیزایی که بشر رو به خودش مشغول کرده حالا الحمدلله رب العالم یعنی چی؟ الافلامم هم که آمده انحصار و اخته. تمام اون چه که انسان رو جذب خودش کرده شیفته کرده حیرت زده شده چرا نگاهش رو بالاتر نمیبره این از کجا اومده اینا چرا مثل اون مورچه اولی یا دومی یا سومی یا چهارمی متوقف شدن به این قلمو و مچ و بازو وسط را چرا موندی حالا الحمد در بست حمد متعلق به کیه الحمد لله اون اللهی که رب العالمین رب به معنای گرداننده است سازمان دهنده است اونه که این ساختار گل و گیاه رو ساخته همونی که مغز انسان رو ساخته او پرورش داده اون ربه بنابراین کردیت اصلی متوجه کسی میشه که نه که بگه از دیگران تشکر نکنید خب یکی به ما مهر و محبتی میکنه پدر و مادرمون احسان و محبت از همه تشکر کردم باید بکنه هنرمندی هم اگر یه هنری کرده تشکر در میکنه تقدیر ازش میکنه این نقاشی که کشیدی این از هر کسی میکنه ولی نباید متوقف بشه و فکر کنه که اون آخرش دیگه اونو بخواد بوت بکنه اونو بزرگ بکنه نه پله پله باید بالا رفت اینی که حالا سوال کردین که الحمدلله رب العالمین داره اینو بیان میکنه یه مقداری نگاه ما رو میخواد فراتر بیاره که یادتون نره که اینا سرچشمش کجاست کی این زیبایی های حیرت آور رو برای شما قرار داده که. آقای بازرگان در آیه سوم ادامه میده احتمالا ربط داره به آیه دوم دوباره رحمان رحیم تکرار میشه همونی که در آیه اول به عنوان بسم الله الرحمن رحیم بود باز در آیه سوم میبینی البته این چیز عجب غریبی نیست در قرآن میبینیم که در سوره های خیلی در آیات نزدیک به هم در یک سوره میبینیم تکرار خیلی شده حالا معمولا میگن این تأکیده حالا میخوام ببینیم نظر شما چی هست که این دوباره بلا فاصله تکرار شده ببینید نه تکراری به اون معنا نشده اول که ما میگیم بسم الله قرآن با بسم الله شروع شده دیگه نیست خدا رو معرفی میکنه میگه خدا اسمش چیه؟ اسم منه صفتش رحمانه یعنی مهمترین صفت خدا صفت رحمانیتشه که حالا میگم تو فارسی مسئله عشق مطرح شده حالا مهم نیست واجه ها ظرفن، کلمات زرفه برای بیان یک احساس یا حالته یعنی خدا خدای خشم نیست خدای قذب نیست خدای انتقام نیست قرآن شروع شده با رحمت خدا بسم الله الرحمن الرحیم به نام اون اللهی که هم رحمت عام و جهان شمول داره برای دوست و دشمن برای مخالف و موافق همه مشمول این نور رحمت توضیح دادم جلسه گذشته مثل خورشید که میتابه رحمت جهان شمول خدا بر همه جا میتابه حالا کسانی نمیخوان در برابر نور خورشید قرار بگیرن مثل موشکور میره توی سوراخ یا کسی میخواد از نور خورشید دور بشه رحمت خدا هم اینطوره در بسم الله رحمان الرحیم رحمت خدا رو جزء صفت ذاتی خدا میدونه بسم الله الرحمن الله که رحمان رحیمه این آیه که گفتین میگه که رب العالمین الرحمن الرحیم یعنی ربوبیت خدا رو ناشی از رحمتش میدونه شاید لازم باشه مثالی بزنم این مقداری از سوء تفاهم جلوگیری بشه ببینین یه وقت هست یه کسی ممکنه که آدم خیلی خوبی باشه تو خانوادهش در ارتباطی با همسرش با فرزندش مهربون اهل رسیدگی همه چی مدیر در یه جا رئیس یه جاییه ولی با کارمنداش خیلی بد در مدیریتش مدیر سختگیر به هاش بذاره و استثمارگر باشه کارمنداشو یعنی در درون آدم خوبیه ولی در مدیریتش استثمارگره حقوق دیگران پایمال میکنه بد برخورده خدا رو از دو زاویه رحمتش رو داره معرفی میکنه یکی بسم الله الرحمن الرحیم الله که رحمان رحیمه یکی ربی که رحمان رحیمه الحمدلله رب ر... الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم یعنی رب یعنی همون سینیور لورد ما تو فارسی هم میگیم ارباب جلسه گذشته رب رو توضیح بنده دادم رب کسی است که داره اداره میکنه جهان هستی رو داره سازمان میده جهان هستی رو داره میگردونه آیا خدایی که ارباب و صاحب اختیار جهانه داره استثمار میکنه داره زور میگه خلق کرده که به او خدمت بکنن یا نه مدیریتش هم ناشی از رحمته اونم لطفه اونم دلسوزیه مثال حالا دنیایی میتونم بزنم این آقا رفته مثلا ده هزار تا کارمندم برای کارخونهش برای اش آورده برای چی؟ برای اینکه اون ای که داره اینا رو بیاره کمک کنن و از انرژی استفاده کنه خودش میلیاردر بشه خودش مطرح بشه یه وقت هست که نه اگه یه کسی رفته ده هزار نفر استخدام کرده اصلا برای خودش نیست میخواد اینا رو استخدام بکنه آموزش بده آشنا بکنه با این دستگاه ها با این صنعت که اونا رو زندگیشون انتخاب بکنن خودش کوچکترین بهره هم نمیبره صفر زیروس در واقع استفاده شده هدفش جز رحمت نیست مثل مادری که بچه رو رشد میده مادر حساب دو دو تا چهارتا میکنه که حالا من صبح تا شب بیدار میمونم میخوام مثلا فردا این بیاد زیره، کمرم زیر کمرم دست دستم بگیره نه اون یک سره رحمتش یه طرف است عشق و ایثار در واقع اینی که اینجا تفاوتی نیستش اینجا اون آیه اول بسم الله ذات خدا که از رحمت در اینجا ربوبیتش رو چندین آیه هم در قرآن اومده اینم اشاره کنم میگه کی جهانو اش... اداره اداره میکنه الرحمن علال عرش استبا کی عرش هستی رو این نظام مدیریت رو رحمان نمیگه الله یعنی اون که داره جهانو اداره میکنه ناشی از رحمت اونه و رحمانو علاله باش که شبیه این آیات زیادی هم هست که اون بود نظام جهان رو میگه یه نظام ناشی از رحمته خیلی خب بعد ادامه میده مالک یوم الدین در آیه چهارم خب اینجا خب مالک صاحب یوم امروز یوم الدین داره اشاره به یک روز مشخص و معینی میکنه خب دین معمولا از نظر لغوی شریعت هم بهش گفته شده یعنی معنی شده میخوام ببینیم اینجا یوم الدین به چه معنی میاد و مالک بودنش یعنی چی ببینیم مالک ما تو فارسی صاحب میدونی یا مالک این ملک و مزرعه کیه صاحب تلقی میکنی ولی در زبان عربی هم معنای مالکیت میده و هم معنای مالک یعنی شاه سلطان در واقع کسی که فرمان رواست در واقع ملک در واقع ملک هم همین ریش هستیه. ملک مالک ملک،, ملک ملک اینا همه در واقع یک مفهوم داره این زبان های مختلف خیلی قابل ترجمه به هم نیستن یوم و دین در واقع اشاره به آینده است روزی که هر کسی نتیجه عملش رو میگیره معنای دین نه به معنای دین اسلام دین مسیحیت دین یهودیت معنای دین در معنای ریشه ایش یعنی جزا یعنی نتیجه شما غذایی که میل میفرمایید دینش همون انرژیست کالوریست که به شما میده ویتامیناست که جذب میکنید ورزش که میکنید دینش اون نتیجه است که ماهیچهاتون تقویت میشه یعنی هر کسی هر کاری میکنه مثل دانشجویی که درس دانشگاه میخونه معصلی که درس و مشق مینویسه دینش نتیجه عملشه در واقع نمره است که میگیره حالا تو دنیا یک کسی دیگه داره داوری میکنه قضاوت میده ولی مالک یوم الدین یعنی با مرگ شما پروندهتون ختم نمیشه یومم نه به منه 24 ساعت یعنی آینده ای خواهد بود که هر کسی هر چی کشت کرده باشه درام میکنه به نتیجه عملش میرسه جهان با مرگ کسی تمام نمیشه پرونده بسته نمیشه هیچ چیزی که خدا خلق کرده به عدم نمیره حالا لاغل نظر علمی هم تو دنیای امروز خیلی روشن شده کتاب بلک هول ها که این ستاره ها رو می بلند تصور میشد همه چی از بین میره ولی خود او به یه شکل دیگه حالا بحث مستقل علمی است که چگونه اطلاعات اینفورمیشن هیچی از بین نمیره فقط شکل ظاهری چیزهایی چیزایی عوض میشه در واقع بیان کننده یک نوع رستاخیز و آینده یعنی نه تنها تو دنیا حالا مقدماتی که سوره هم دامده در دنیا با چنین آفریدگاری که سرشار از رحمت مهر محبت طرف هستین آینده تونم فقط موقت نظر زمانی نیست آینده هم باز با همون نظام دهنده با همون آفریدگار سر و کار دارید خیلی متشکرم آقای بازرگان بعد ادامه میده آیه بعدی تو قسمت مجزا داره جالبه یا که نعبدو و یا که نستعین اینجا معمولا قرآن در آیات قبلی دیدیم در همین سوره خداوند داره مطلبی رو میگوید به بنده بنده به اصطلاح دریافت کننده هست اینجا میبینیم یه خود رول عوض شده یعنی بنده خداوند داره یک چیزی رو تأکید میکنه مطلبی رو به خداوند میگه یا که نبوده یعنی میخوام ببینیم این این تون عوض شدن چی هست حالا شاید در قسمت اول یا که نبوده نگاه کنیم بعد یا که نسته <applause> خب قاعدتا شما نگاه میکنید داره نماز میخونه یک شخص خب این داره خداوند رو به اصطلاح سپاس و ستایش میکنه حالا دوباره چرا این باید گفته بشه بذارید باز واسه مثالی بزنم ببینید شما فرض کنید یه جایی استخدام میشین یه جایی خیلی شرکت بزرگ مثلا هزاران نفر کارمنده برید اونجا با خودتون چقدر مدیریت دقیقی داره چقدر محیط کاری دلچسبی هست چقدر همکارای خیلی خوبی هی جهات مثبت رو میبینین چون بعضی وقتا صدام استخدام میشه اتیاجی به رزق روزی داره و اعتقادی نداره به چیزی ولی وقتی میره همه چی رو میبینه همه چی رو خوب میمیگه خب حالا که اینطوره من اینجا میخوام در خدمت نظام اینجا باشم اون چیزی که مفیده اون کار مفید انجام بدم حالا که همه دارن کار مثبت میکنن تو این شرکت تو این کارخونه چرا من نه این آیم اول سوره هم داره خدا رو معرفی میکنه الرحمن الرحیم چی هست چی از چی هست اینجا به خودش برمیگرده ایاکن عبود و ایاکن هست این حالا که اینطوره سرشار از رحمتی چه در ذاتت چه در مدیریتت و این همه نعمات رو تو دادی خب من چرا سر بیشه کسی دیگه خم بکنم میگه آدم از بیبسری بندگی آدم کرد بصیرت نداشت که بنده ی آدم دیگه شد گوهری داشت ولی نظر قباد و جمع کرد اون گوهر شخصیت رو فدای قباد و جمع کرد سلاطین قدرتمندان تا قوتا کرد مگر از خوی غلامی ز سگان پستر است من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرد خب حالا که همه چی خداست چرا انسان کرنش بکنه تسلیم بشه سرخم بکنه تمکین بکنه به کسانی که مثل خود او بنده هستن من فقط نسبت به تو من فقط بنده ای تو هستم تو من آفریدی من فقط حکم تو رو مشیت تو رو فرمان تو رو فرمان میبرم و فقط هم از خودت کمک میگیرم یعنی این یک نوع شخصیتی برای انسان به وجود میاره که در برابر کسانی مثل خودش به زیر افتاده بی شخصیت زبون و ذلیل نباشه عزت پیدا بکنه در واقع اما معنای عبادت برخلاف اون چه که تو فارسی ترجمه میکنن به معنای پرستش نیست در زبان عربی به ماشینای جاده سازی میگن عابد عبدت طریق یعنی جاده ای که عبد شده آسفالت شده صاف شده طریق معبد طریق راهی که عبد شده یا عبدت طریق یعنی جاده ساخت جاده رو ساخت یعنی وجود ما در برابر بعضی از کارها سنگلاخه سخته مقاومت داره خداوند میگه ای کسی بت بدی کرد ببخش خیلی کار سختیه چطور ببخشن نفس ما نمیپذیره میگه وجود تو آسفالت کن همبار کن بزا این دستور خدا بیاد در روح تو تو شخصیتت ساخته بشه که کسی به تو بدی کرده تو اف بکن صف بکن از صفحه روت ببر از صفحه خاطرات و ذهنت پاک بکن قفران بکن اصلا دوست داشته باش این مشکلی داشته این کار کرده چرا با زاویه انتقام میخوای برخورد بکنی سخته خداوند میگه که کمک بکنید به دیگران ولی ما چسبیدیم به مال به دنیا سخت خیلی مقاومت هست معنای عبادت یعنی هموار کردن وجود یعنی پنجره دلتون رو باز بکنید رو خورشید رحمت خدا بذارید خدا بیاد تو دلتون باز بکنید دریچه دلتون رو روی صفات خدایی روی اخلاقیات بذارید اینا بیاد تو وجودتون ابلیس نیاد ابلیسی به میدون ندین در برابر ابلیس صد بزنید نذارید تو وجودتون تو شخصیتتون وارد بشه تو قرآن هست میگه که در قیامت خدا از انسان میپرسه علم احد الیکم یا بنی آدم مگه من با شما عهد نکرده بودم الله تعبد و شیطان حالا ترجمه میکنن شیطان عبادت نکن کی شیطان عبادت کرده منظور از عبادت پرستش نیست یعنی چرا وجود شما رامو تسلیم و زبون در برابر وسوسه ها و تحریکات شیطانی بود چرا این کارا رو را راحت میپذیرفتین مثل پارچه که جذب میکنن تا یه پارچه نایلونی که جذب نمیکنه میگه شما جاذب فقط صفات خدایی باشید صفات فرشته، صف، فرشتگون در واقع خدا که میگه دوست داشته باشین ایثار بکنید بدید علم، حکمت، لطف، رحمت اینی که میگه ایا که نعبد و ایا که نستعین اولا ما همه نیست من نیست نعبد ما یعنی یه سرود دست جمعیه ما فقط وجودمون رو نسبت به صفات تو جاذب گیرنده پذیرنده میکنیم نه نسبت به هر کس و ناکسی هر شیطان صفتی هر تاغوتی هر دیکتاتوری هر کسی که به نام دین به نام نمیدونم هزار تا چیز دیگه بخواد بر ما سروری بکنه بر ما سلطه داشته باشه ما فقط پذیرای سپات تو هستیم و فقط هم از تو کمک میگیریم ولا غیر منظور این کمک های عادی دنیایی نیست که همه با هم داریم کار میکنیم همه داریم با هم کمک میکنیم یعنی اون چیزایی که مربوط به خداست خدا فقط سمی و بصیره میشنوه میبینه خدا فقط حیه زنده است کسی که از دنیا رفته نمی‌بینه، نمی قرآن میگه اونایی که شما میخانیدشون برای حاجاتتون لا و و دعایکم نمیشنون صدای شما رو ولو سمع او مستجاب لکم اگرم میشنیدن نمیتونن کاری بکنن حالا شما تو هر روستایی میرید میبینید که به امام زاده روستاشون متوسل میشن یا تو خارج که واسه صلیب میکشن او رو میگه اینا که از دنیا رفتن رفتن چرا مستقیم در واقع سراغ خدا نمی این تو این در واقع هر مسلمانی روزی ده بار به خودش داره تلقین میکنه من فقط قلبم و روی خدا باز کردم از او میخوام دست منو بگیره و از او فقط کمک میگیرم این در واقع تلقین استقلال از همه کسان دیگه بله انبیا و اولیایی هستن اونا آمدن ما رو با خدا آشنا بکنن قوله. که بزرگان میگه اینا آمدن ماه رو به مردم نشون بدن مردم به انگشت اینا خیره شدن به ماه نگاه بکنید که اینا دارن شما رو به اون سمت سوق میدن این تلقی ای نیست که هر مسلمون اگه بفهمه ده بار در روز باید به خودش بگه من فقط بنده خدا هستم نه بنده هیچ کسی دیگه ایم. خیلی متشکر بعدی قسمت آیه بعدیش در این سوره اهدن صراط مستقیم المستقیم ما یه برنامه این رو کاملا اختصاص دادیم به سرات مستقیم خیلی بله. در این مورد بحث زیادی کردیم یک برنامه یک ساعته حالا یه خلاصه از اون رو هم اینجا شاید که در این کانتکس بگونده بد نیست که صحبتش رو بکنید چقدر ما بخت داریم به اشاره کنیم آو پس وقت داریم بله بره. وقت اصلا. بله اهدنا المستقیم پس هم هدایت معنی داره اهدنا یعنی ما را این جالبه که اصلا این فردی نیست این سوره که میخونن یه دی دارن یعنی اجتماع مطرحه ما را هدایت کن ما هدایتم باز تو فارسی غلط ترجمه شده هدایت راهنمایی نیست اصلا معنای راهنمایی نمیده راهبری در واقع هیچ جای قرآن نگفته که قرآن راه به صلاح راهنمای گمراهانه اصلا یک کلمه تو قرآن نداریم این کتاب راهنمای گمراهانه میگه این کتاب هدایت برای متقین متقین یعنی کسانی که ترمز دارن تقبا به قایس یعنی ترمز میتونن ترمز کنن یه جایی ترمز بریده نیستن هر کاری دلشون میخواد همه رو بخوان زیر بکنن یه جاهایی میدونن من باید جلو نفسمو بگیرم خشممو مهار بکنم شهوتمو مهار بکنم تمام آز و هرس و حسد و همه اینا رو مهار کنم اینا ترمزه در واقع تقوا میشه سلف کنترل میگه این کتاب کیا رو هدایت میکنه اگه راهنما بود این کتاب خب متقین که خودشون هدایت شدن که بر نفس خودشون مسلطن اینکه که اونری نیست ما میگیم باید این کتاب قرآن هدایت برای گمراهان باشه یک کلمه هم در قرآن نیست این کتاب هدایت برای گمراهان چون هدایت راهنمایی نیست هدایت راهبریه در واقع شاید لازم باشه توضیح خدمتتون بدم یکی از شما آدرس میخواد شما میگین که میری مثلا یک کیلومتر برو بعد دست چپ پیش توی اون اگزیت خروجی اونجا بعد 200 جلوتر این علامت این ساخته این بشه راهنمایی ولی یه وقت هست میگیم بیا دنبال من میفتین جلو میبریم میرسونینش در زبان عربی هدایت میگن ایصال به مقصود رسوندن به مقصد در زبان عربی قبل از اسلام این کلماتی که قرآن نیورده عرب جاهلیت حادی به کسی میگفتن که بلد راهه چون عربستان محیط استبایی سوزانی بود کسی زهر روز که نمیتونست حرکت بکنه تو اون صحرای سوزان حرارت فوقلاده آب نبوده لوله کشی نبوده آبم با خودشون که نمیتونن ببرن بخواد دو روز سه روز تو اون سهاری سوزان عربستان بره شبا حرکت میکردن خب شبم که تو کبیر آدم و کجا میدونه چجوری بره یه دی به ستاره ها آشنا بودن وضعیت ستاره ها رو میشناختن اینجا ستاره قطبیه تو این سم بریم داریم به شمال میریم اونجا به جنوب وضعیت این همه حالا ما که دیگه احتیاجی نداریم جی پی ایس هم ما رو راهنمایی میکنه تو ماشین رو میذاریم ولی اون روزگار وضعیت ستارگان مسیر رو مشخصیم به اینا میگفتن هادی پس هادی کسی است که به راه های آسمان آشناست حالا قرآن هم که میگه پیامبران هادی شمان یعنی این پیامبران تخصصشون در نون و آب و کسب و کار نیست اینا به راه های آسمان آشنان دیگه نه آسمان برای نفع دنیا یعنی به یه حقایق یه معنویاتی آگاهن تو اگه دنبال اونا بری اونا رو تو رو میرسونن در کلمه هادی در زبان عربی رساندن بوده نه آدرس دادن پس ما از خدا میخوایم اهدن از سرات المستقیم خدا ما رو به مستقیم خب اگه منوی راهنما بود خدا میگه که خب به تو انجیل دادم به تو تورات رو دادم به تو نمیدونم زبور رو دادم به تو نمیدونم عوستار رو دادم به تو قرآن من که راهنمایی کردم دیگه چی میخوای از من یعنی خدا توفیق بده من تقوا داشته باشم بر نفسم مسلط باشم که بیام دنبالتون اهدن از سرات المستقیم یعنی دست منو بگیر در مفهوم هدایت رهبری وجود داره و رهروی وجود داره باید رفت یک کار رفتن دانستن فقط یه اطلاعاته من بهترین نقشه های سفر رو دارم میرم نقشه میخرم راه متوجه میشم اگه من میخوام برم این سفر مثلا برم فلان کشور اینجاست این فقط دانستنه ولی سوار ماشین شدن رفتن حرکت کردن یه چیز دیگه است در معنای هدایت توفیق حرکت به نیروی تقواس به نیروی ایمان به نیروی احسان و نیکی به دیگرانه که میشه رفت موتور حرکت تسلیم حقیقت بودن خیر و خدمت به دیگران کردن مهر ورزیدن دیگرانه دیگران ایناست که آدم میبره به سوی مقصد نه صرفا دانستن حالا میگه به کجا من هدایت کن اهدنا الصراط المستقیم واژه های متعددی در قرآن وجود داره که همه به فارسی راه ترجمه میشه طریق طریقو میگن راه جاده عربی کلمه میان راه سلوک راه رفتن دیگه مذهب از ذهب است رفتن در پونزه تا واجه همه رو راه ترجمه میکنن ولی سرات اصل و اساسش یک کلمه رومیه در واقع وارد زبان عربی شده امپراتورای روم روم شرقی جاده های شاهی که می ساختن اطراف کاخ یا اون چی که به دوائر دولتیشون دسترسی می شده پیدا کرده بهش می گفتن استراتو استراتو هم استریت هم از همون آمده تو کلمه انگلیس هم استریت میگن وارد زبان عربی شده سرات شده در واقع سرات پس سرات به راه های امپراتور راه های اصلی امروز ما میتونیم بگیم فری وی مثلا حالا آلمانیش اتوبان مثلا ما تو ایران میگیم بزرگ راه این یک کوره راه نیست یه راه فرعی نیست این هایویه ای راه اصلیه یعنی در واقع اون کسی که داره از خدا میخواد که منو ببر توی راه نمیگه خدا یه کوره راهی بالاخره به ما نشون بده ما یه گوشهی بریم بعضی ها خدا ما رو دم در بهشت اونجا یه جایی مثلا نه آدم باید ببره بالا خواستهای خودشو هرچی آدم هدف بالاتری بگیره توفیق بیشتری پیدا میکنه یا آدم هدفش این باشه که من دو متر بپرم در یه حدی همت میکنه تا اینکه بگی من سه متر میخوام بپرم یعنی هرچی انگیزه ها قوی تر باشه خدا یا منو هدایت بکن به سرات به شاهراه به بسلا اون هایبه اصلی اونم مستقیم یعنی پیچ و خم هم نداشته باشه در واقع این آرمان طلبی رو بعدش چون بشر که حدی نداره از ویژگی هایی که انسان داره که به هیچ چیزی نمیشه اون رو نه مال نه شهرت نه شهوت اگه این همه در طول تاریخ هر هم داشتن بشر که به هیچی متوقف نمیشه طبیعیه که اگه هدایت هم از خدا بخواد هدایت محدود نمیخواد میگه میخوام بیفتم تو اتوبان هدایت اونم مستقیم بین دو نقطه یک خط مستقیم بیشتر نیست من تو رو میخوام و میخوام مستقیمم به سمت تو بیام بی واسطه و بی هیچ دخالت هیچ کسی دیگه ای. آقای بازرگان شما مختصرم اشاره کردید یعنی هر کسی بدون اینکه بشینه برای خودش یه مقدار به قول معروف پری ریکوزیت داره. یه مسئولیت هایی رو که اون شخص نداشته باشه انجام نده حالا شما صد دفعه بیا بشین آقا خدای منو به راه راست مستقیم هدایت کن نمیرسه <تصفح> <تصفح> یعنی شما تا توانایی تا بهترین توانایی خودتون باید فعالیتتون رو انجام بدید <applause> حالا چه در امور به اصطلاح روابط انسانی با هم دارید شما اگه اینا رو یه مقدار به درستی انجام ندید قاعدتا اون دعایی هم که میخواین انجام همینکن. نخواهد شد حالا شما ده بار نماز در, در طول روز میگی نماز اضافه هم شما بخونی باز به جایی نمیرسی تلقین به خود دیگه بله, حالا آیه آخرش جالبه که داره یه مقدار باز این سرات مستقیم رو داره تقسیم بندی میکنه به دو سه قسمت بله. نظر میاد اتنا سرات اللذین لذین علیهم غیر المغزوب بله, حالا اولا صحبت کردیم که خداوند به همه نعمت داده <applause> حالا باز اینجا داره میگه به اونی که نعمت دادی تو داره باز یه <applause> <applause> تأکیدی میکنه به اونایی که نعمت دادی و یه سری نعمت هم داده شده احتمالاً به قول معروف میسیوزش کردن بله. خوب استفادهش نکردن و گمرایی اینو شاید این در قسمت پایانی درسته. هم توضیح بدیم بد نیست به این همطور که در مورد رحمت خدا گفتم که یه رحمت عام داریم یا خاص داریم رحمان اون رحمت عام خداست که بر همه مثل نور خورشید مثل جاذبه مساوی میتابه یکی هم رحمت ویژه است هر کی شایسته بیشتر باشه بیشتر جذب بکنه قابلیت بیشتر نشون بده اون بیشتر میگیره خب نعمت هم همینطوره خدا یه نعمت عام به همه داده ما زنده ایم خود زندگی نعمته ما چشم داریم نعمت گوش داریم عقل داریم فهم داریم مادر پدر خواهر برادر چیزای خوندیم این نعمات شامل همه است برای همه است ولی یه نعمت خاص هم خدا داره خدا به چه کسانی اون نعمت خاص رو داده نه که فقط به اونا داده باشه خدا در معرض همه قرار داده یعنی یه عده اون نعمات خاص رو گرفتن تو دو, دو تا از سورهای قرآن توضیح میده که خدا به کیا اون نعمت داده یعنی کیا تونستن اون نعمت خاص رو بگیرن یعنی که ما میگیم سرات اللذین ان امت ما رو به نه راه کسانی که بهشون نعمت دادی کیا هستن اونا در دو تا سوره قرآن معرفی کرده میگه اولائک الذین انعم الله علیهم اینان که اون نعمت خاص خدا رو گرفتن کیا هستن من نبیین پیامبران ابراهیم موسا عیسی، آدمای بزرگ یعنی اونایی که آگاهی های سرشار پیدا کردن خودشون رو بردن بالا در معرض انباج هدایتی خیلی عمیق و بالا قرار گرفتن و صدیقین اونا که تصدیق کردن اینا رو حمایت کردن ساپورت کردن اونا که هفتاد نفری که با موسا به کوه تور رفتن هواریونی که عیسی رو پذیرفتند و اونا حرکت دادن در واقع اون جنبش دینی رو یا مثلا فرض کنیم مهاجرین و انصاری که از جان و مالشون گذشتن همراه پیامبر اسلام هر پیامبری تنهایی که نمیتونست کاری بکنه یه دی آمدن زیر به صلاح زیر بالاپر این جنبش رو گرفتن دیگه هر نهزتی رو یه دی بالا میارنش اینا بهشون گفت صدیقین تصدیق کنندگان با صداقت این رو بردن بالا و شهدا شهدا تو فارسی در واقع کشته شدگان میگه ولی تو معنای قرآنیش بیش از همه خدا میگه شهیده والله و الله شهیدون یعنی شهید اونها که حاضرن ناظرن تو صحنه هستن در نرفتن مدل و الگوی قابل مشاهده هستند. نمونه ها رول مدل ها اسوه ها اینا که در طول تاریخ نمونه شدند و صالحین مصلحین جامعه کسانی که با مفاسد مبارزه کردن مفاسد اقتصادی فرهنگی اخلاقی ظلم ستمه اینا بودن که جوامه رو اصلاح کردن دیگه مصلحین تاریخ حالا در ایران کسانی داریم حالا ما فرض کنیم نظر سیاسی بگیم مصدق ها نمیدونم یه کسانی یا نظر دینی خیلی ها میتونیم بگیم کسانی که جامعه رو خواستن اصلاح بکنن با استبداد جنگیدن با نمیدونم انواع مفاسد جنگیدن یعنی در واقع وقتی یک کسی میگه خدای منو هدایت بکن یه چیز ابسترکتی یه چیز ذهنی نیستش که نمیدونم هم چیه خدای خودت یه کاری بکن توضیح میده که من میخوام تو راه مثل پیامبران پیامبران بشم مثل کسانی که اونا رو حمایت کردن من میخوام مثل شخصیت های بزرگ تاریخ ستاره های درخشان آسمان علم و هنر و فرهنگ و ادبیات رو نمیدونم اینا بشم مسلحین بشم نمونه ها الگو ها یعنی تو نماز داره به خودش تلقین میکنه من انتظارم از خودم این نیست که حالا یه نون آب مثلا بگردونم زندگیم به با اینم یه گوشه باشیم حالا تا عمرمون تمام بشه در واقع و دنبال اون آیه میگه و حسن اولائک رفیقا عجب رفیقای خوبی آدم با انبیا با اولیا با سازندگان تاریخ با ستاره های درخشان جهان هستی با اینا رفیق باشه توی دو تا سوره هم سوره مریم و هم یکی دیگه از سوره های قرآن معرفی میکنه که اونایی که در واقع اون نعمت ویژه خدا رو شایستگی پیدا کردن اوج بگیرن ما امروز دنیای امروز کتاب مصنوی مولوی خب یکی از پرفروشترین جزو ده کتاب پرفروش امریکایی امریکا است تازه ترجمه مصنوی مولوی چقدر ما تو ایران این کتاب همه دنیا دعواشون سر این افغان میگن مال ما بوده نمیدونم حتی این که مال کجا بوده چون تو ترکیه هم بوده قونی دنیا رفته اونا میگن مال ماست حالا چرا به زبان فارسی گفته پس اینا پیغمبرم نبودن بالاخره یه آدمی در 800 سال پیش تونسته یه حرفایی بزنه که بعد از 800 سال و آدم میبینه که چقدر فاصله ما داریم چقدر اونا بالا رفتن و ما به گرد راه اونا نمیرسیم اونا یه آدمایی هستن که تو این به کره زمین زندگی کردن زیر همین خورشید و آسمان بودن پس آدم کجا میتونه تو نماز وقتی به خودمون داریم میگیم من میخوام مثل کسانی که اون نعمات ویژه گرفتن یه رژه تو ذهن شدن میده یه مروری میکنه من چی میخوام از تو خدایا نمیگه فقط قسط خونم رو بده عقب افتادم این مریض دارم خوب بشه اینا خیلی خواسته های مادی دون دنیاییه ولی یه وقت هست که خیلی اوج میگیره سراتل الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولذاری نه اونایی که انقدر راه خلاف و خطاب و خسران رفتن در خون و خرابی و خسران خودشون غرق شدن به جایی که از رحمت تو بهره بشن در این دنیا از نعماتش بهره من بشن به گمراهی به انحراف کشیده شدن هم اونا و هم اونایی که میخواستند راه درست برن ولی عوضی رفتن حالا بعضی مفسرین گفتن این تجربیات تاریخی امتهای گذشته است که بعضیا به صلاح فباو به غذب من الله گرفتار غذب شدن بعضی ها نمیدونم یعنی بعضی انقدر چسبیدن دنبال دنیا که براشون بوت شد دنبالش بعضی هم فکر کردن که نه برای نزدیکی به خدا باید راهب شد راهبه شد تارک دنیا شد ازدواج نکرد میگه اونم گمراهیه که این خدا گفته خداوند در درون شما وقتی این نیاز گذاشته باید ازدواج بکنین تاریک دنیا بوده نه چی رضایت خدا این نیست که تو نخوری استفاده نکنی درویشی زندگی کنی اینا اینم گمراهیه اینم انرافه نه از اون بر بام بیافت نه از این بر بیاف یه تعادلی بین در واقع زندگی خودت و دیگران بین دنیای خودت و عبدیت خودت ایجاد بکن یعنی در پایان این سوره با یه نگاه تاریخی به تجربیاتی که انسانها در طول گذشته پیدا کردن ما داریم میگیم که من میخوام مثل پیامبران باشم مثل کسانی که پیامبران رو حمایت کردن یعنی پیامبران به عنوان الگوهای در واقع تاریخ بشر مثل اونا که اصلاحگر بودن مثل اونا که شاهد و نمونه و الگوی انسانیت شدن نمیخوام مثل کسانی که گمراه شدن عوضی رفتن ظلم کردن ستم کردن حالا در روز آدم ده بار به خودش اینا رو بگه شخصیتش عوض نمیشه اصلا زیر و رو آدم میشه اگه بفهمه چی داره میگه ده بار داره به خودش تلقیم میکنه من خواستم از تو چیه یک کلمه تو این سوره هم نون و آب نیست خدای حقوق من کمه خدای عقل و فهم و درک و شور بددم برو کار کن پول در بیار زندگی بکن همش خواسته ها خواسته های متعالیه خواسته های در اوج نه های زندگی دو روزه دنیا شخصیت خود رو بالا بردن نگاه خود رو متحول کردن منقلب کردن به جهان هستی و نگاه فرازمانی فرامکانی که در واقع با بال ملائک مثل پرواز کردن خواسته ها خواسته های در واقع آسمانی است نه موقت و زودگذر و مصرفی دنیایی این, این در این واقع پایان این ممنون آیات هرچند کوتاه بود این سوره ولی دیدیم در دو جلسه چه مطالب جالبی مطرح شد امیدواریم که بتونیم در این مورد بیشتر اگر مطالبی بود بحثی که با هم داشته باشیم جناب بازرگان اگر که نکته پایانی هست بفرمایید وگرنه که میتونیم خدافزی کنیم بله فقط دو دقیقه وقت داریم نه نکته که ندارم فقط برای اینکه شاید کسانی که توفیق همراهی باشون در جلسه اول نداشتیم یا شاید این جلسه هم از اول نبودن به حال تلویزیون اینجوریه دیگه تلویزیون که مردم تو سخنرانی شرکت نمیکنن کانالا رو میگردونن و به بحث این بود که اصاره قرآن خلاصه قرآن در یک مجموعه سه چار خطی در اول قرآن اومده اسمش حمده، نگاه ستایش نگاه سپاس به جهان هستی به جهان آفرین در واقع و اینو توضیح دادیم که یه مجموعه پیوسته است به هم هر مسلمونی اگه اهل نماز باشه روزی ده بار این سوره رو تکرار میکنه در حالی که ممکنه در عمرش هم رو نخونه بقیه 113 سوره دیگر رو چرا این انقدر تکرار شده؟ ارز کردم کدها خلاصه و اصاره خود قرآن در این سوره است که برای هر کدوم یک کلمه گذاشته و یک نوع نگاه خالص به آفریدگار جهان هستی ربوبیت خدا، رحمانیت خدا و نقشی که حالا ما در این ارکستر عظیم جهان هستی داریم ما چی کاره ایم؟ ما چه نقشی باید داشته باشیم تعهداتی که حالا ما برای خودمون قائل میشیم و حالا که ما تصمیم گرفتیم که ایا که نبوده و ایا که نسلی از خدا میخوایم دست ما رو بگیر که ما بتونیم خارج از این سیستم نباشیم از هماهنگی با این به صلاح ارکستر جهان شمول بیرون نریم ما ساز ناساز نزنیم ما نوتی که تو دفتر جهان هستی در واقع قرار داده شده ما نوت همزمان با این به صلاح جهان هستی رو بزنیم تمام وجودمون هماهنگ بشه به این نظام جهان شمول داره این کلیات رو میگه و آخرش با این تعهدات و خواسته هایی که از خدا هر کسی میتونه داشته باشه که ما چه نقشی رو بتونیم ایفا بکنیم خیلی متشکر من اضافه کنم آقای بازرگان این عملا هیچ کدوم از ماها آدمای کاملی نیستیم 100 درصد بله این یه سیکله عملاً بین شما و خالقت و ربت شما دقیق. یه چیزی رو تقاضا می‌کنید بایستی برگرده شما یه کاری انجام بده همینطوره استپ بعدی احتمالاً خیلی بهتر میشه راحتتر میتونید اون تقاضا رو بکنید یعنی ساکت نشستن و اون تقاضا کردن اصلاً در این صوره مطرح نیست این یه به اصطلاح رابطه‌ی دکانه تا یه کسی هم یه مثال میگفت که رابطه ای ایمان با عمل مثل راه رفتن پای چپ و راست تا پای راست و نظری پای چپ نمیتونه بیاد جلو تا چپ و نظری راست نمیتونه بیاد جلو یعنی یه با باوری یا آرمانی اعتقادی داری باید شروع کنی به کار کار که کردی یه پله جلو میفهمی باز دو مرتبه باز مطالعه کن میری جلو یعنی راه رفتن با دو پاست با پیشرفت در راه حق هم فقط دانستن نیست از مقوله حرکت عمل عمل, حسن. عمل و به صلاح تئوری با همه خیلی متشکرم آقای بازرگان تشکر میکنیم از شما بینندگان عزیز امیدواریم بحث امروز و جلسه گذاشته مورد توجه شما بوده باشه به با امید دیدار شما هستیم انشاءالله در آینده در جلسه دیگه توفیق دیدارتون رو خواهیم داشت ممنون از توجهتون به این برنامه و سلامتی و سعادت همه شما